با سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای جای ایران و دنیا، خدمت شما هستم. یه دی توی کشور هستند، اینها خود آزاری رو دوست دارند، از خود آزاری لذت میبرند و اگر چنانچه دو سه روز زندگیشون بر وفق مراد بگذرد، اینها به مشکل برمیخورند تو خودشون، چون تو محیطی بزرگ شدن که با مشکل شروع شده و با مشکل ادامه دادند، تعجب میکنند. دلار امروز یه مقدار اومده بود پایین. علت این بود که اینها گفتن آقا ما داریم با برجام کنار میایم و بیاین دلاراتون بفروشید. یه عده که اول صفای میسن آدم خودشون هستند و بقیه هم انسان هایی هستند که تو ایران یه مقدار دلار به بدبختی و فلاکت و هرچی از جور کردن و میان میفروشن. من اینجا متاسفانه برای اولین بار دارم میگم، بازم دلانه بهتون میگم، حقتون، هر چی سرتون میاد حقتون. توی که میای برای یک ساعت یا یک روز بیشتر موندنی حکومت کمک میکنی، در جنایت شریکی، چه بخوای چه نخوای، چه بدانی چه ندانی، چون وقتی که توی با گوش حرکت کردی، با گوش هم به فنا میری. با شایعات کار کردی، با شایعات بزرگ شدی، با شایعات هم کنار میری. آدمی که دهنبین شد، یه نفر میگه آقا حواست به زنت باشه، دیگه تموم شده است، زندگیش فناست. یه نفر میگه آقا بچه‌ت اونجوریه، تموم شد دیگه، زندگیت فناست. چون با گوش و شایعه بزرگ شدی و هیچ وقت تعقل نکردی. هر بلایی سرتون بیاد، خود کرده را تدبیر نیست. برید بکنید، هر چی دارید برید بفروشید، با ارتباط نداره. میگه رسوها من چقدر داد زدم اینجا، چقدر گفتم بهتون آقا این پوچه، آقا این پوچه، آقا این خالیه، آقا این خالی بندیه، آقا این کلاهبرداریه. نه آقا نمیدونه کجای کار حسودیش میشه. به چیه شما حسودی میشه؟ به چیه شما حسودی میشه که بهتون میگم این حرف رو گفتم بهتون؟ حالا بعضی در تماس هستن که آقا اصلا زندگی خودشون و دوستاشون و خانوادهشون فنا دادن، کلی هم مغروز بدهکار به نزولخورا هستند، کلی هم بدهکار به بانک ها هستند. میگه آقا یه را بشه خود برای خود نه از خودکشی بودن، خودت بدونی. من نمیگم خودکشی، ولی خودت بدونی، به من ارتباطی نداره. من تمام این ها رو جلو جلو بهتون گفتم، وظیفه میدونش اصلا رو گفتم بوده. گفتم کدومی که از هر کتا رو گفتم سبز نشده که اینا سبز نشد؟ چون بر اساس اصول حرکت میکنم، اصول عدول نداره دوستان. اما دولت شاهکاری کرده و من این دولت چه بگم، خلاصه کار خوبش هم باید بگم دیگه. دولت آمده 90 هزار تن مرغ وارد کرده. 90 هزار تن. من اشتباه میکنم. ببخشید، عذر میخوام، شرمنده میگم، اشتباه میکنم. 90 تن مرغ وارد کرده. اندازه 90 میلیون خبر زده. از این 90 میلیون پروپاگاند کرده. از آخرش هم نوشته که حالا 90 تن میدونید چقدر، 90 هزار کیلو. 90 هزار کیلو و اون مرگه بعد بود به گرام میگفت. این قاچاق، این باند مواد مخدر از ما کار کنم روزنامه ها. بعد این وقتی مواد مخدر رو میارم بازشون، قبلا گفتم چی هست. بعد مثلا یه دانشجوی بدبختی، آدم بدبختی گیر بردن از راهتان بیاره تهران، وقتی میگیرنش میگه 7500 گرم تریاک داشته. اما حالا باند مواد مخدر 6.5 تن مواد داشته. حالا 90 تن مرغ آوردن، کوهشون موش داییده، اون 90 تن هم در ترخیصش تو گمرک با مشکل برخورد کردن. نوت تن هم تو گمرک خورده میشه میره. این خبرها رو نزنید، آدم چندشش میشه، حالش به هم میخوره. واقعا متاسفم براتون. چند تا خبرگزاری هم زدن اینو که 90 تن مرغ وارد کرد، 90 تن، 90 تن، 90 تن، 90 هزار کیلو، یعنی 4 تا تریلی تموم شد پیکار برای کشور 80 میلیون. آقای روحانی باز افاضاتی فرمودن که مردم باید بیان از فرهنگ گوشتخواری و خدمت شما هستم که گوشت مرغ و گوشت قرمز بیان بیرون و ما بیان ماهی تولید کنین و میگو. شما همونه که زایدی بزرگ کن آقای روحانی، از شاخ بوشاخ هم نپر، این آخر 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 خطتونه. بزرگ نمیر بهار میاد، کم بزرگ با خیار میاد. غلط کردی، چیزی هم بود روش دیگه فایده نداره. آقا
شما همه جوره بازی رو باختید. یادتونم از اون اول بودیم که ابتر هستی، خط کننده و تموم شده میتونه هست، شک نمیده یه حرف هم بزن نزن، ولی خب خوبه برای مسخره کردنت، خیلی خوبی جوان خوب مسخرت میکنه. رئیس قوه قضاییه باید دادسرای برای کار نکنان ایجاد کنه. خوب دقت کنید، خیلی جالبه. همچنین نوعی اگه انسان رو هر روز گوش چیزی تازه نشنوه کر میشه. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید که گاهی برخی ترک فعل ها مشکلاتی به وجود می آورد. اعتصابات ها، کسی سرکار دیگه نمیرن، ترک پست خدمت میکنن و و و برخی ترک فعل ها مشکلات بود میبرد که انجام یک فعل با آن اندازه مشکلزا نیست و به نظر میرسد باید در کار کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای کار نکنان ایجاد کنیم. ابراهیم رئیسی در جمع مدیران بانکی گفته پرونده های زیادی در مراکز قضایی در دست بررسی است، اما اجازه ندادیم که نفس واحدهای تولیدی و کارخانجات بریده شود، بلکه تاکید کردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانک ها هم در پیگیری مطالبات خود به هم باید همین گونه عمل کنند. پس میخوان یک دادگاهی درست کنن برای کار نکنان. اون نمیکنه، دوست نداره کار کنه. به چیه شما بیاد؟ به اخلاق خوشتون، به راه نزدیکتون، به رفتارتون، به پول زیادی که میده، چی میخواد بیاد؟ باز دوباره اسرائیل شروع کرده به پرپکان کردن و دیشب یک موشک در نزدیکی تاسیسات هسته اسرائیل منفجر شد و از این بازی‌ها که خودشون در میارن دیگه، اینا نخنماز، این حواس رنگی نداره. خود مردم اسرائیل هم شما مسخره میکنن، مردم دنیا هم شما مسخره میکنن، مردم ایران هم شما مسخره میکنن. اینقدر موشک به خودتون بزنید جونتون در بیاد، اینا برایشون هیچی نمیشه. مثلا این کارا واسه فاسیتمون نمیشه. متاسفانه یه عده‌ای هم تو کشور افتادن و به جون درخت‌ها افتادن، توی جنگل‌ها افتادن برای زغال و از اونم که واقعا تبلیغ میکنن برای قلد و تنباکو و این حرفا و اینها، همه دست به سمت میره. اما ببینم نکته دیگه دارم بگم. آقای مرتضی برجسته، یه خواننده بزرگ، برجسته شد در تاریخ ایران، اسم در تاریخ ایران ماندگار شد. شاهکار کردی، اسم ماندگار شد در تاریخ مبارزات ایران و ابتکار و عمل دادن، ابتکار خرج دادن. شاهکاری یعنی اگه بدونی که ترکش های این کار از کجاها رو زده، خودت میبالی و باعث افتخار هستی و بیشتر احساس افتخار میکنی. اما بیشتر بحث این کلیپ سر چیزی هست. من خب چه کارم آب بوده، بیشتر با بچه های وزارت نیرو در تماس بودم. چند روز یه چند شما زنگ میزنن و صحبت میکنن اینها که فلانی اسم رو نیاری، چیزی نگی که آدرس ما مشخص بشه. گفتم نترسید، حکومت دیگه اونقدر توان نداره. گفتی هر دو دست تشکیلات ما اینها، ولی آقای محمدی امسال ما 90% کمبود آب و قطعی آب داریم. گفتم مگه چه خبر شده؟ باور که بارندگی امسال کم هست، اما بیت کوین مصرف برق برده بالا، بین 20 تا 30 درصد برده بالا و بیشتر اینا از صدایی هستن که اینها با صدای برقش از آب میگیرند. در نتیجه مصرف آب رفته بالا تو صدها برای تولید برق برای اینها و این یعنی یک فاجعه، یعنی خوشسالی، یعنی یک کم آبی، یعنی یک چیزی که دیگه قابل جبران نیست. حالا من یه جمله معروفی دارم که چند سال صدا سیما اینو پخش میکرد. میگفتم وقتی که آب نیست، هر چقدر باید پول داشته باش، وقتی آب نیست، اصل قضیه نیست، هر چقدر باید پول داشته باش، حالا برو بیت کوین تولید کن و هم نوکری چینو بکن، از باسن مبارک چینی ها بخورید. شما ها دیگه چقدر بدبختید. من نمیدونم این جس سپار از چی درست کردند. شیطان، اهریمن، ابلیس، خوک، گراز، لاشخور، هر چی که بگین در این مواد ساخت این ساخته شده است که این جور اصلا به کشورش و ملت این رفتار میکنه. برشنده غاز منافع. شما کاسه ها خوردید، دیگ ها خوردید، سیر نشدید و نمیشید که راهشو بلد نیستید و با کاسه لیسی ها سیر نمیشید و این بیشتر کینی مردم سر شما زیاد میکنه. یه بیانی هم اخیرا اومده بیرون که آره بره فلاروز حرکت کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم و بعد مردم بیا خیابون، بعد آرام کثیف و پلید و شوم و منحوس و حال به همزن سپار هم بسیم کنارش.
شما کی بخواد تعطیل کنه شما؟ کی بخواد تعطیل کنه؟ پس حواستون باشه دوستان، به نظر من علارغم ایل باسین خدمت عرض میکنم، هر جا میدونی بیتکوین کجا هست، بچه داره برق کمرایی کنه با ملت، چون خونه خودتونه. پس آب که نبود، برای تو هم نیست، برای من هم نیست، برای همه نیست. یک مبارزه منفی علیه این بیتکوین شروع کنید که لاغر آبتون قطع نشه. کشور خودتون نمی کنن من اینجا و الی آخر. حالا من گفتم یک مبارزه منفی علیه این قضیه بیتکوین شروع کنید. بحث آب چیز شوخی نیست، آب زندگی است، آب حیاته، آب همه چیز ماست. حالا خود دارید. خب بیمارستان دهلی با کمبود اکسیژن و تجهیزات پزشکی دست به انجام می‌کند. هند باشه که باشه ناسه. هند خودش یک تولید عمده واکسن کرونا است که وقتی به روز 300,000 نفر میرسه یعنی یک جای کارشون میلنگیده. و من برام یه مسئله هست اینجا. دوستانی که میدونم به من بگم لطفا. خیلی فکر من رو مشغول کرده. چطوری واکسن توش چی هست که باید 70 درجه زیر صفر نگهداری بشه؟ خیلی حرفه ها. این چی توش درست کردن؟ چی هست؟ بعد اون 70 درجه وقتی یخ زد یا چی موادی بسن یخ نزند؟ مواد زد یخ بهش میزنن چیکار میکنه یخ نزند؟ منجمد نشود که بشه کشید و زد. این یک مسئله فکر من خیلی وقت مشغول کرده. و امیدوارم که دوستان بتونن کمک کنه ایران به من. چون این فوق العاده مشکوکی است. خدمت شما هستم، من یک وقت دارم سشاده. زمانی که شورای بی افغانستان حمله کرد، اونه که عرفان هستن میدونن بیشتر از همه هدفش این بود یک خط مرزی داره افغانستان با چین، 100 خورده کیلومتر هم بیشتر نیست. میخواستن اون مرز رو بگیرن که چین از طریق نفوذ نکند. بعد 8 سال هم که جنگید و خلاصه دست از با دراسته برگشت رفت. الان هم که نیروی آمریکایی در از افغانستان پامرن، دو تا دلیل داره. یکی مواد مخدر به طالبان کنار اومدن، یکی هم دیگه از چین دیگه میفهمن که بخاری بلند نمیشود، مرز میخواد بیاد بالا باشه، فرق نمیکنه، دیگه توانی درش نمونده. یک مش کاغذ، یک مش دلار چاپ کرده، یک مش یوان چاپ کرده، بازار جهانی رو از دست داده، بدنامی رو خودش خریده. بدنامیه که بالا حالا پاک نمیشه. یعنی باید اینقدر اینا کار کنن، درست کار کنن، اینقدر چیز بکنن که نمیشه. فعلا تو تملق و چاپلوسی و پدرسوخته بازی و کلک و جنس بنجل و آشغال مونده توش خفه شدن، غرق دارن میشن. اینه که دیگه آمریکا ول میکنه میره افغانستان. گور پدر مردم افغانستان هم کردم هر سرشون بیاد. این در جریان باشید. خب خدمت شما هستم که باز براتون کلیپ دارم صحبت خواهم کرد. و بازم آقای مرتضی برجسته تبریک میگم، باز افتخار هستی و کاری کردی کارستون. دیگر هنرمندان یاد بگیرن. تو هنربند هستن اینها، یاد بگیرید. با 100 نفر آدم، بیشترشون اکثرا خانم بودن، واقعا قابل توجه و قابل تحسین هستن اینها. شاکر کردید. این روزا هم که خب کم کم دیگه داره تو کشور بخصوص تهران تظاهرات میره اونجایی که باید بره. بعضی هم بعضی از کلیپ قدیمی میذارن، بذارید اشکال نداره، خیلی کار خوبی خوب میذارید، مثلا پخش میکنم مثلا مردم شعارا رو یادشون رفت و یادشون میاد، حرفای دازن یادشون رفت، ترسون هم میریزه. میدونیم شما چی کار میکنید، ما برای بهره برداری ما مثبت از قضا. آقای روحانی بزرگ نمیر بهار میاد، کمپوزه با خیار میاد، برو هم خیارات باش، موزور موزور خائن خائنه، دستشان دستشان دست، ایام به کامل دار خوش.